بسم الله الرحمن الرحیم. می گفت ما جوانانی بودیم که عمر خود در عیش و خوشگذرانی و در غفلت سپری می کردیم. تمام زندگی ما نوشابه مست کننده بود که در یک هفته در یک مجلس 3-4 بار را می نوشیدیم و سرگرمی ما قماربازی، رفتن به کلب های رقص، فحاشی. احساس می کردیم که تمام دنیا به خاطر این خلق شده است که ما از او لذت ببریم. جوانای دیگه که در جمع ما بود، حال هر یکی ما نسبت به دیگه بدتر بود. داخل نظام خانواده نیز سالم باقی نمانده بود. روابط کاملا از میان رفته بود. خیلی با مشکل با مادرم صحبت می کردم و احساس می کردم که یک سینه و صخره بزرگ روی قلبم، روی سینه‌ام گذاشته شده از زمانی که با پدرم وارد گفتگو و سخن می شدم. دوست نداشتم که صحبت‌های ما زیاد پدر را عذاب کشد و گویی پدر و مادرم نیز دوست نداشتند که مرا در این وضعیت و با این حال ببینند. در زندگی از هیچ چیز احساس کمی و کاستی نمی کردم. یعنی همه چیز در زندگی داشتم و با تجارت به شکل آنلاین پول زیادی از این مدرک به دست می آوردم و می گفتم تمام هستی و این زمان به خاطر این است که ما عمر ما در لذت و در خوشگذرانی در واقع سپری کنم. بعضی اوقات نه تنها دیگران غیر قابل تحمل می شدن که از وجود خود نیز شکایت می کردم. پناه می بردم به تاریکی، پناه می بردم به گوشه نشینی، پناه می بردم. کاملا یک فرد منزوی شده بودم. فقط دوستانم زمان بیادم می آمد که می رفتیم در یک مجلس شرکت می کردیم که جز گناه و فحشا و جز تعدید چیزی در او نبود. تا می توانستیم و بدن ما، جسم ما تا اندازه که توانایی داشت ما نشه می کردیم. در بسا از موارد از حد توانایی بیشتر حتی بالا می آوردیم. آنقدر خود مست می کردیم. بعض اوقات خدا نیز به یادم می آمد. به آسمان نگاه می کردم و می گفتم آیا کسی از درون بالاها نشسته و این حالت و این وضعیت مرا نظارگر است؟ اگر ما بنده او هستم و این حالت مرا دوست نداره، چرا به غرض اصلاح ما اقدام نمی کنم؟ چرا نمی خواهی که ما در واقع هدایت شوم؟ کم کم وجود این بیننده که لحظه در لحظه اعمال ما را در واقع می بینه، حضورش در زندگیم کم رنگ شده بود. اکثر اوقات از جلو یک مسجد اگر می گذشتم یا مردمان را می دیدم که نماز می خوانه، به یادم می آمد که اینا به یاد خدایشان هستند و من گویا که خدایی دارم. یک روز که به حد و اندازه استرس و فشار و استراب همش گویا بر من غلبه آورده بود، در گوشه ای از خانه نشسته بودم، با آسمان نگاه کردم و گفتم که گویا تو نیز از این حالت و از این وضعیت من راضی هستی و دوست داری که به می شکل زندگی من ادامه پیدا کنه و بعد از مرگ همه چیز گویا تمام میشه و یک تاریکی مطلق است که من از این دنیا به او منتقل میشم و چیز دیگه نیست. و اگر حساب کتابی است، چرا دست ما گرفته از این گناه و سوی ثواب و سوی رای درست هدایتم نمی کنیم؟ گوشی را برداشتم، زنگ زدم به دوستایی که همیشه وقت با هم می بودیم و گفتیم که امشب برنامه بسازین. خسته شدیم، فشار روحی و استرس استراب بر ما زیاد غلبه آورده است و از جهت در این ما معاید خوبی داشتیم از طریق تجارت آنلاین. اونا گفتن درست است، پس ما میاییم تو را از پشت خانه میبریم و به فلانه جای با هم جمع میشیم و مواد نشک کننده، شراب یا چی که بوده او رو فراهم میکنیم از مسیر را و شبی خوب خواهد داشتیم. چند لحظه بعد رسیدن پشت در خانه و بیرون شدم، در موتر نشستم،
درونم گویا یک طوفان شکل یافته بود که هیچ چیز ثابت در آن نمیمان. همه چیز گویا به نیستی کشانده بود. هیچ ارزش و هیچ معنویت، هیچ رابطه ای بر من اهمیت نداشت. فقط باید نشه میکردم تا لحظاتی از عمر خود خوش میگذاشتم، چون حالت زندگی را که من داشتم غیر قابل تحمل بود و میخواستم که زندگی خود با پناه بردن و نیشه متغیر بسازم یا تغییر بدم، ولی که به چند ساعت باشه یا به نصف از روز یا پاره از روز باشه یا پاره از شب باشه. در موتر نشستیم در راه، در حالی که موسیقی خیلی بلند بود، خنده و مزاح و شوخی در جمع دوستای ما دخترها نیز بود که تبع انگلیس بودن، و حرکت کردیم تا که در کناری از فروشگاه رسیدیم. موتر در کناری در واقع پارک کردیم و دوستا گفت که ما میریم چیزی میخریم از درون فروشگاه، بیاد تو نمیایی؟ من گفتم من در موتر راحت هستم، شما برید. اینا پایین شدن به خاطر خریدن همو نوشیدنی یا هرچی که بوده به خاطر شب، و ما شیشه موتر پایین زده بودم. به ناگاه متوجه شدم که یک مردی در حدود گویا 28 یا 30 یا 32 سال عمر داره در کنار می جاده یا سرک روان است، در حالی که بسیار زیاد زندگی بر ما غیر قابل تعامل بود و کوشش میکردم که در این اواخر زندگی هر کسی را بررسی کنم که انسان چی موجوده است، کی در کدام مقام میتونه راحت باشه، آرام باشه، آرامش واقعی سهم چی کسی است؟ آیا اغنیا آرامش واقعی داره؟ فقرا آرامش واقعی داره؟ چی کسایی؟ بدون بال این گویا که خودم و یا ضمیر ناخودآگاهیم بوده است، بناگاه دیدم که این مرد در کنار یک سطل یا اما اسباب یا وسایلی را که در کنار جاده ها می ساختند، باختر که آبیرین یا رهگذرا هر چیزی که استفاده میکنه قوتیش به اون می انداختن، یعنی جلوگیری شو از انداختن به سرک یا به جاده، منظم جور کرده بودن. دیدم که در بالای اینمی قفسچه یا امی سطل آهنینه که به خاطر آشغالی است، یک توته از نان که گویا مدت هم گذشته است و خشک شده است، توته از نان بر بالایش است. این جوان در حدود آیا 28 30 یا کم و بیش میگه توته نان برداشت و از وسط توته کرد و این را به دهن خود انداخت و من خوب با دقت دارم نگاهش میکنم. جوید قرد کرد و نشست به گوشه و وقتی که کل نانم مکمل توتی نان خورد، بعد بلند شد به گوشه رفت و سجده و سجده رفت و مدت ماند به سجده و بعضی که سر بلند کرد، ما از موتر پایین شدم و دوست داشتم که دلیل این کارش بفهمم که چی است یا اگه بتونم کمک برش کنم، شاید فقیر باشه، نادار باشه. رفتم در پلویش و از پیش سلام علیکی کردیم، سوال کردم و گفتم چی کار بود کردی؟ گفت سجده کردم، سجده شکر بود. مفتم بابت چی چیز این سجده را کردی؟ گفت من یک کسی هستم که خانه و منزل ثابت ندارم، معمولا در بیرون می باشم. در کشورهای امریکا و انگلستان یا کشورهای اروپایی چیز معمول است دوست عزیز. بعضی ها فکر میکنن امریکا شد کلگی در خانه های مفشن زندگی میکنن، و صدها بلکه به هزارها نفر است که در سرک ها از یا پست ها و طبقات دیگه میان در امریکا اونا زندگی میکنن، خواب میکنن، نادار و فقیر بیچاره هستن، یعنی به این معنا نیست کنجا بهشت است. مرا گفت که به خاطر شکرانگی و من خانه و منزل ثابت ندارم، همیشه خداوند روزی مرا در امید جایا مقرر میکنه. هر زمانی که گرسنه میشم من روزی خود حتما
اینجا پیدا میکنم. و بعد از پیدا کردن و خوردنش میرم به سجده و شکر میکنم. علی متعال شکر میکنم. میگه گویا این سخن انسان سایقه بود یا رعد برق عظیمی بود که بر سر ما افتاد و من از یک غفلت که سالیان متمادی به او به سر می بردم مرا بیدار ساخت. و بعد با خود می گفتم که پروردگارا تو روزی گرم، تو غذای نعمتهای فراوان، در بهترین جای سفره پر از نعمت در دسترس ما قرار دادی. می خورم، می نوشم و سپاس نمی کنم. روزی این فرد در جای حواله کردی، در جایی که انسان شگفت زده میشه، ولی او سپاس و حمد تو را به جا میره. از مر در کجا حواله کردی؟ از ایر به کجا حواله کردی؟ و بعد گویا کاملا منقلب شده باشم. و این مرد گفتم میخوایم من باز بگردم، این وضعیت روحی من خوب نیست، رای چاره چیست؟ چی کار باید کنم؟ برم گفت که از یک در عبور کن، خوشبخت و سعادتمند میشی. یک دروازه از بر نشان میدم. من نمیفهمیدم با خود که چی کار میکنم. دست شما کم گرفتم، کدام دروازه است؟ نشان بده. گویا که دروازه فیزیکی بوده باشه و واقعا انسان خوشبخت میسازم احساس میکردم. برم گفت اون در، در توبه است. حالت ما گفت گویا از تو بدتر بود. من همه چیز به خاطر اون خالقی که آسمان ها و زمین هست کرده است ترک کردیم. از اون دروازه گفت عبور کن، دروازه توبه. این جوان این داستان خود در مجموعه از دعوتگرا که شیخ نایفی بازگو میکرد که جوان اومد در مجلس دعوتگرا و همگی سخن گفت، نوبت زی شد، ای بلند شد، چنان با فصاحت و بلاغت صحبت میکرد که مگه که شگفت زده شده بود و آمد داستان زندگی و هدایت شدن خود بازگو کرد. بسیار یک صورت نورانی، یک شخصیت با متانت، با تواضع که احساس میکنی ملکی از بر روی زمین گام برمیدار. فقط اون جمله اون شخص که برش گفت چیگونه ما در غفلت به سر میبرم که خداوند روزی از ایره به سر روی جاده برش حواله کرده است، شکر گذار است و روزی مرا سفری رنگین، ولی من سپاس او را به جای نمیارم و سبب توبه و بازگشتم و سوی پروردگار جهانیان شد. دوستان عزیز، غرض از بازگو کردن این حکایت چیست؟ این امر است که امروز ما بسیاری از نعمتهایی را که الله متعال بر ما داده است نادیده میگیریم. نعمت صحتمندی، حضور پدر مادر، نعمت اسلام، غذا، غذاهایی که میخوریم، آب گوارایی که مینوشیم، قوه مدرکه، تعقل که داریم، هستن کسایی که کاملا مجنون و دیوانه است. الله متعال همه اینا را بر ما داده است. این یک. آدمی که جوانایی که امروز از دین فاصله گرفته است، دلیل عمدهش چند امر است. اولی که ما رسالت خود درست انجام ندادیم. دومی که شر مطلق وجود نداره. ما اگر دوست خود، عزیز خود، جوانا را به عوضی که سرزنش کنیم، با آشیه ببریم، کافر شدی، مرتد شدی، از دین بیرون شدی، انسان بدبختی هستی، رایشانه به سمت مسجد صد کنیم، خداوند موجود نشان بتیم که نمی بخششان، خداوند موجود نشان بتیم که برشان غضب کرده، ایشان لعنت کرده، صدایشان دوست نداره، اینا فاصله گرفته میرن، در آغوش الحاد، کفر و شرک و بت پرستی میغلطن. دروازه توبه همیشه باز است، همیشه. خوشا به حال کسی که از این در میگذره و خوشا به حال اون جوان، اون خواهر، اون برادر، اون پدر، اون مادری که عزیز داره که در کنار این دروازه ایستاده است و او را صدا میزنه که بیا.
دست دوست خدا گرفته از این دروازه عبورش میده، دست خواهر خدا گرفته، دست برادر خدا گرفته. الله متعال بر ما بینش و بصیرت عنایت بفرمایید. السلام علیکم.